برنامه های نامزد های پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای اروپا تفاوت های اساسی با هم داره. امانوئل مکرون کسیه که به شدت طرفدار اروپا و از حامیان سرسخت و حتی مهمترین حامی ایجاد سازوکار دفاع مشترک اروپاست و حتی معتقده که اروپا باید زیرساخت های اساسی خودش مثل متاورس یا کلاود رو داشته باشه. مکرون خواستار اینه که اروپا دستورالعمل واحدی برای تعیین حداقل دستمزد و برابری جنسیتی داشته باشه. نقطه مقابل اون مارین لوپن، با اینکه خانم لوپن نماینده پارلمان اروپا هم بوده اما سیاست های ضد اروپایی داره، اگرچه مثل گذشته طرفدار پروپا قرص خروج فرانسه از اتحادیه اروپا نیست اما خواستار محدود کردن اروپاست. او میخواد که یک سازوکار مشارکتی رو جایگزین ساختار کنونی اروپا کنه. ژان لوک ملانشون سیاست تغییر یا ترک اتحادیه اروپا رو در پیش گرفته. اون معتقده که تعداد زیادی از معاهدات اروپایی از جمله پیمان تجارت آزاد با سیاست‌های اون در تضاده. ملانشون تاکید میکنه که اگر قوانین اروپایی مانعی بر سر راه اجرای برنامه‌هاش باشن، ابایی از اینکه این قوانین رو زیر پا بذاره نداره. فرانسه همواره یکی از ستونهای اتحادیه اروپا بوده. حالا در صورتی که مکرون نتونه در انتخابات پیروز بشه، مشخص نیست که تکلیف اروپا بدون این ستون چه خواهد.